سلام بچه ها، مخلصم، خوش اومدید به کانالم. امروز اومدیم به یه ریاکت ورزشی، به ریاکت فوتبال، بازی استقلال و پرسپولیس دربی. من خودم خیلی فوتبالی ام، خیلی زیاد عاشق فوتبالم. الان خب کمتر فوتبال بازی میکنم، ولی خب قبلنا فوتسال من بازی میکنم. البته قبلنا شاید مثلا هفته ای هفت شبم میرفتم فوتبال، حالا همیشه نه ولی بعضی موقع. الان خب خیلی کمتر میرم، الان شاید هفته یکی دو شب، ولی عاشق فوتبالم. بعد امشب اومدیم ریاکت به فوتبال دربی استقلال و پرسپولیس. خیلی بازی جنجالی و از اینایی بود، درگیر و اینا بود. نه این که اصلا معنیش چیزی دیگه، کلا خیلی بازی درگیری و بزن بزن و اینا شد، مخصوصا نیمه دومش خیلی قشنگ بود، خودم دیدم. حالا اومدم یه ریاکتی برم ببینم چه، با استرس دیدم اون بازی رو، میدونی چی میگم. الان اومدم یه بار دیگه تو آرامش بازی رو نگاه کنم ببینم چطوره، مخصوصا صحنه های مخصوصش. بریم ببینیم چیه بازی، چه خبره. البته بازی رو که دیدیم هممون، ببینیم صحنه ها چطور بود، ببینیم چه خبره. وقتتون بخیر. به شهرآورد پایتخت خیلی خوش اومدین. از تهران ورزشگاه بزرگ آزادی صدای من رو میشنوید. یکی از نکات باحال این بازی، باحال و خوب این بازی این بود که هم خانوما بودن، برای اولین بار فکر کنم 5000 3000 تا یا 5000 تا خانوم بودن، یعنی خیلی خوب بود. و اینکه واسه اولین بار وی آر اومده توی لیگ ایران، البته فکر کنم همین بازیه دوباره بعدش میبرن، ولی همین که اومده خوبه. واقعا توی ایران وی آر لازمه، بازی امروز هم که دیدین خیلی لازمه. دانیان بزرگوار همراه ما هستن و شهرآورد. اگه ندیده باشین حتما شنیدین که چقدر وی آر لازم بوده. حالا الان یه دور دیگه میبینیم. 102 رو با قضاوت بنیادی فرد تماشا خواهند کرد. ببینیم که تقابل جواد نکونام و گل محمدی که رفتن سمت هم دیگه خوشوبشم کردن به چه شکل در نهایت به پایان خواهد رسید. 7 بار به علیرضا بیرانوند، 6 بار در قافیه این فصل تونستن کلین شیت بکنن. حالا یه درگیری شده، درسته؟ توی محوطه. اولا که دقیقه 2 بازیه، خیلی زود درگیری شروع شد. چرا؟ دوم این که شاید یه ذره فشار عصبی رو بازیکن‌ها زیاده، اینم هست. ولی خب این که مثلا طرف هول داده، قشنگ معلوم بود توی سینه یه یارو هول داده، اون صورتشو گرفته افتاده از همون اول بازی. خب این واسه زمانی که وی آر نیست تو می‌خوای فیلم بازی کنی. دیگه وی آر هست، فیلم بازی کردن چی؟ من نمی‌فهمم ایرانی بازی‌ها که قرار تموم شه. درگیری بازیکن ها با هم دیگه، داور سوت های ممتد رو اونجا میزنه. آرمین سهرابیان داره با سروش رفیعی صحبت. این همون اول بازی، اون حس هیجان رو از بازی دور میکنی. اتفاقا دقیقه 2 تازه بد میکنه علی نعمتی است که با آرمین سهرابیان اونجا برخوردی رو داشته. عقب عقب نفوذ به سمت سینه بازیکن و ضربه که اونجا قشنگ اینجا رو زد، کام 100% اینجا رو زد، صورتش رو گرفت. چرا زد و صورتش رو گرفت؟ نعمتی درازکش روی زمین قرار گرفت، در یک آن دیده میشه. مهدی پور گرسده بودم یه دروازه، ضربه سر، آفساید هست اونجا و نزدیک بود دروازه پرسپولیس باز بشه. مهدی ترابی با پای راست گرسده بودم یه دروازه، فرصت داره پرسپولیس روی ریوان میره دروازه استقلال باز بشه و سکوسین این موقعیت خیلی خطرناک بود. حسینی نجات داد دروازه خودشون. بازیکن پرسپولیس میبینی با هم دیگه، اولی رو نعمتی زد، ریباندش دوباره نعمتی، آفساید هم نبود. واقعا خطا، هم سانترش خطرناک بود، همون هدی که ثابت به توپ، ولی خب حسینی هم خیلی قشنگ جمع کردش. حالا نمیدونم شانسی بود یا غیر شانسی بود، به قیافش میخورد شانسی باشه ولی شانسی نبود فکر کنم، ولی خیلی قشنگ جمعش کرد. یکی از صحنه‌های قشنگ بازی بود. نعمتی بنیادی فر داور بازی بوده و منم گزارشگر بازی بودم. 13 آذر 1400 که بازی 0-0 مساوی تموم شده. ببینید این بار نتیجه به چه شکل رقم خواهد خورد. اسماعیلی فر گرسن کلم یه دروازه، فرصت داره پرسپولیس، زاویه سر اول حسین کنعانی که بی پاش رفتن بازیکن استقلال رو بالاخره دورش کردند. کمک داوران ویدیویی با هم می‌بینیم صحنه برخوردها رو گرفت بازیکن پرسپولیس رو و نداشت که ولسیانی حرکت بکنه. یه برخورد دیگه اونجا بین روزبه چشمی و کنعانی و آرمین سهرابیان و شهاب زاهدی صورت گرفته. برخوردهایی که این اولین قسمتی بود که از وی آر استفاده شد تو این بازی، فکر کنم 3 بار یا 4 بار استفاده شد. این به نظر من، حالا داورم که پنالتی نگرفت بعدش،
به نظر من اصلا پنالتی نبود، چون واقعا بازیکن سر خورد اولا، دوما اونقدر برخورد نبود، سر خورد یه لحظه مثلا نگه داشت خودشو در واقع، بعد اونقدر برخورد نبود، بعد هنوز بازی شروع نشده بود، هنوز احساس میکنم نزده بود ضربه رو، مثلا این اتفاق این که خورد زمین بعد کورنر رو فرستاد، بعد نبود دیگه، معلوم بود پنالتیه. تا این اندازه برخورد باید تو فوتبال باشه به نظرم، مثلا هیچ جای دنیا اینو پنالتی نمیگرفتن، رفتن کنترل بکنن که میتونه پتانسیل گرفتن پنالتی رو برای پرسپولیس داشته باشه یا نه. میخواد اعلام بکنه، میره به سمت محوطه جریمه پرسپولیس، به دست اشاره میکنه کار رو باید دنبال بشه و خبری از پنالتی نیست. حامدی فرما توپش در حالی زده شد که توپ بیرون رفته و پرچم بالاست. یارسال بلند پشت مدافعان استقلال رو هدف گرفتن و توپ که اونجا سید حسین بیرون میاد گرفته، پرچم بالاست، توپ به گل تبدیل میشه اما پرچم کمک نفر بالاست و خطای مهاجم روی دروازه‌بان رو گرفت. با هم دیگه میبینیم صحنه آهسته رو، پاس بلند پشت مدافعان، توپی که این گونه، این خطا درست بود اینم، چون دروازه‌بان دو دستی کامل و 100% کنترل توپو در اختیار داشت. وقتی کنترل توپو دروازه‌بان در اختیار داره دیگه، با هر ضربه‌ای، با هر حرکتی، با هر چیزی توپ اگه از دستش بندازی خطاه، شاید حتی با دروازه‌بان ضربه محکمی هم وارد نکنی، اگه اصلا کامل کنترل رو توپ نداشته باشه با یه دست، حالا چه میدونم با هر چیزی زیر پاش باشه اوکیه بتونی توپ بگیری، ولی با دو دست دیگه کنترل توپ 100% واسه دروازه‌بان، تو هیچ جوری نباید توپ تو دستش در بیاری، خطا بود. پس سرلک با پای راست برای سروش رفیقی پشت محوطه جریمه، زاویه بی‌دقت سروش رفیقی در چارچوب نیست. سروش رفیقی ارسال بودن دید دروازه، فرصت داره پرسپولیس و مدافعان استقلال به توپ میرسن و کوین یامگا جریمه پرسپولیس، زاویه سری که مدافعان پرسپولیس میزنن و حالا ترابی نتونست رو خیلی هم دور کنه، توپ میدم به دستش هم برخورد کرده، داور میخواد کار دنبال بشه و حالا اعتراض همه نیمکت نشینان استقلال رو هم به همراه داشتیم. صحنه این صحنه است که اینجا توپ دستش به دستش خورد، توی محوطه هم بود، ولی اینم نباید پنالتی باشه چون بازیکن خودش توپو داشت شوت میزد، کسی دیگه شوت نزد که بخوره به دستش و مسیر توپ رو خیلی عوض کنه، بازیکن حریف شوت نزد، حتی بازیکن خودشون هم نبود، خودش بود و فاصله شوت دستش ذره پایین بود، پاش هم که بالا بود، فاصله توپ و دست خیلی کم بود، فکر کنم کمتر از نیم متر بود، بخاطر همین اینم نمیتونه خطا باشه، نباید خطا باشه و نمیتونه خطا هند باشه و خطای هندم نگرفت داور، مثلا داور حتی وی آر هم نرفت این صحنه رو. شام خورد پاس رو عقب بده رضا و پاس عالی، فرصت داره اونجا محمدی باسم یامگا یرسل کوتاه بلانکو تالش رو از دست داد، میگم پنالتی اونجا کادر فنی استقلال داد اینجا که معتقد بودن با برخورد مدافع پرسپولیس کنانی توپو زده سهرابی، فکر کنم این صحنه هم نرفته بود وی آر، ولی اینم مشخصه که پنالتی نیست دیگه، اصلا خود اون مهاجم استقلال خارجیه بلانکوه چیه، اون اصلا داشت ضربه رو میزد آماده این بود که بیفته دیگه، هر چیزی که پنالتی نیست که یان پای چپ یارسال روی دروازه که ضربه سر رو مدافع پرسپولیس زد، بازم فرصت داره استقلال، بلانکو پچن بالا نیست و کار دنبال میشه خود بلانکو صاحب توپه و علی بیرانوان دروازه بیرون رفت و توپو در اختیار گرفت. مهاجم استقلال بلانکو خارجی فکر کنم تازه و اولین بازی شاید یه بازم بازی کرده نمیدونم، ولی چقدر به نظرم تو همین ایران خیلی بازیکنه خفنتری هستن، حتی تو لیگای پایینتر، تو لیگ دسته یک میشه خیلی مهاجمای بهتری پیدا کرد از این خارجی، نمیدونم شاید حالا بعدا خوب بشه، شاید این بازیش بد بود، بازیای خوبتر داره من ندیدم، نمیدونم. که برخورد کرد مدافع پرسپولیس درگیری دو بازیکن با هم دیگه، موفق یامگا ارسال کوتاه و زمینی، فرصت داره اونجا محمدی میچرخه میزنه ضربه‌شو محمدی و نزدیک بود دروازه بیرانوند باز بشه تو این صحنه. یه حرکت در میانه میدان تو گیریه بازیکنی استقلال و باز هم خطا، خطا یه کارت زرد برای بازیکن استقلال به همراه داشته، دست داور گرفته روز به چشمی با جدیت باهاش صحبت میکنه اما فرا خون بازیکن خطاکار رو و کارت زرد خطا کردی، معلوم بود دیگه، حالا اومدی همون خطا رو داور میخوای اجرا کنی بهش تنه میزنی، معلومه داور بهت کارت میده و از اون برم روز به چشمی اومده
دست داور رو نگه داشته، روز به چشمی رو دیگه بلدم، دست داور رو نگه داشته که کارت نده. آخه من نمیفهمم لیگ ایران درست نمیشه. رو میگیره بازیکن استقلال، پاسه بونم پشت مدافعان این تیم فرار کرد، اونجا شهاب زاهدی از دروازه بیرون میاد، سید حسین حسینی توپو در اختیار گرفت، توش رفیعی رد شد، میخواد یه پا دو پا بزنه که موفق نیست و اسماعیلی فر مسیر رو بسته، یرسول بلند روی دروازه برای محمدی میتونه ضربه سر بزنه اونجا و زده بود، میتونه دروازه پرسپولیس باز بشه ولی بیرانور توپو در اختیار گرفت. میبینیم با هم دیگه نره آفساید هم نبود، اگه میزد میتونست گل بشه. رسید یارگیری نفر به نفرم صورت گرفته بین بازیکن هر دو تیم دیگه، این کارا قشنگ نیست، واقعا این کارا قشنگ نیست، واقعا این کارا قشنگ. خب چرا؟ یعنی چی؟ و عزیزی که اون بالا نشستی پرتاب میکنی اینا رو، یعنی چی؟ چیو میخوای برسونی؟ از نمیدونم بامزه بودنته، از هرسی که توی وجودته، از نفرتی که اصلا دلیلش معلوم نیست، میخوای تربیت خانوادگی تو نشون بدی؟ چیو میخوای برسونی؟ نمیفهم. از توی تماشاگران حاضر در ورزشگاه انجام میشه، بیرانوند میره سمتشون و ازشون میخواد که آرامش خودشون رو حفظ بکنن. دو سه نفره بیاره، نزنید نزنید که قضیه تموم شه. مهدی مهدیپوره که باید اونجا توپو به گردش در بیاره. خود بیرانوند هم یه لحظه عصبانی شد، حق هم داره، واقعا چه کاریه، دمش گرم رفت سری جمعش کرد. با پای راست یرسول بلند و کاتا روی دروازه زدیه سر خطرناک و بیرانوند توپو در اختیار داره. یه پاس رو به عقب خطرناک، این پاس اشتباه میتونه کار دست استقلال بده، حسینی تو زاویه سر دور کرد پشت محوطه جریمه، زاویه امید عالی شو به توی دروازه، چه تعویضی میکنه یحیی گل محمدی. انصافا امیدالیشو هم استوبش قشنگ بود، هم شوتش قشنگ بود، همین که تعویضی بود اومد تو زمین، واقعا تعویض طلایی بود، خیلی قشنگ شوت زد. باید بگیم همون همیشگی، یعنی امیدالیشو واسه برای پرسپولیس گل میزنه. کجا رفت؟ یکی بگیر امیدالیشو رو. پرسپولیس 1-0. سکوهای قرمز آزادی رفت رو هوا تا بازی 1-0 بشه. با هم که میبینیم صحنه های سر و یه کنترول یه حالا اون مدافع اشتباه کرد، پاس خیلی بلند و محکمی داد به دروازه‌بان، دروازه‌بان هم راه دیگه ای نداشت، توپ زد به سمت بالا، ولی اون مدافعی که دوباره توپ هد به سمت پشت محوطه، نمیدونم چرا این کارو کرد. خب میزدی به سمت پشت سر، میزدی میرفت تو اوت، یا به سمت این ور میزدی حتی میرفت تو کورنر، بدترین کار ممکن این بود که بزنی پشت محوطه. خب پشت محوطه یکی شوت میکنه میزنه تو گل دیگه، نمیدونم دفاعی کی بود ولی رید ضربه و توپی که رفت گوشه دروازه استقلال قرار گرفت، پرسپولیس یک پاس جلو افتاد. خدایی شوت عالیشو هم خیلی قشنگ بود، خدایی باریکلا لایک. اون پاس رو به عقب کار دست استقلال داد، تعویض عمری آلیشا جواب داد، یعنی پیمان بابایی رو میخوام بفرستن هم بابا. این شوتر رو یادم نبود، این شوتر هم خیلی قشنگ بود تو بازی، اصلا کلا امید آلیشا خوب شوت میزنه، تو این بازی هم دو سه تا شوت زد، هر دو سه تاش خیلی قشنگ بود، گل نشد ولی اگه گل میشد یکی از قشنگترین گلای لیگ، یکی از قشنگترین گلای دربی میشد، انصافا خیلی قشنگ بود. شد رمزدانی چه شوتی زد، بازیکن پرسپولیس نزدیک بود دروازه برای بار دوم باز بشه، پرسپولیس 1-0 جلو میفته، این زبی محکم روی پای راست امید آلیشاست که توپش با اختلاف کمی به بیرون رفت. یانگا یک تمام گل کو برداشته، یرسال میخواد داشته باشه پشت محوطه جریمه، آرش رضاون فرصت داره استقلال توی محوطه میتونه دروازه باز بشه، پنالتی هست یا نیست؟ فعلا خبری از پنالتی نیست. میره تصویر رو میبینه، به دفعات عقب میکنن تصویر رو، دوباره براش تصویر پلی میشه تا همه نکات مختلف رو ببینه داور. همه جا وی ای آر سرعت رو کم میکنن، تو ایران وی ای آر سرعت رو زیاد میکنه، به جای اینکه اسلو موشن کنه تایم لپس بود انگار، ولی خب قطعا پنالتی نبود دیگه، دیگه اینم نباید پنالتی بوده باشه، واقعا یه برخورد عادی بود، اصلا برخوردی نبود. مسابقه رفت سمت زمین،
نه میگه کار دنبال بشه، پنالتی نگرفت مورد بوندی فر و خودی هردانی یک کنترل یه ارسال یه دروازه ضربه سر رمضانی، فرصت داره بلانکو، فرصت داره استقلال و هنوز دارن حمله میکنن پشت سر هم دیگه و بالاخره توپی که اونجا متوقف میشه. این قانون خیلی خوب شد که صبر میکنن تکلیف اون تو مشخص بشه که از نظر داور اگر آفسایده بعد از اینکه تکلیف حالا چه گل شد چه اوت شد چه هرچی شد چه توپ از موقعیت دور شد بعد آفساید رو اعلام میکنن که اگر گل شد از توی وی آر نگاه کنن ببینن داور آفساید گرفت واقعا آفساید شد یا نه، چون اگه بخواد قبل از چه میدونم حالا اوت شدن و گل شدن هر چیزی پرچم بزنه بازی متوقف کنه بعد وی آر نگاه کنه ببینه آفساید نشد بعد موقعیت گل تیم حریف از بین میره. این قانون خیلی خوب شد. حالا نمیدونم کلا این قانون تو ایران اینا اجرا میشه الان یا فقط امروز به خاطر وی آر اجرا شد، ولی فکر کنم کلا باید اجرا شه دیگه، چه وی آر داشته باشن چه نداشته باشن، این دیگه الان جزء قانون فوتباله. باز هم فرصت داره استقلال تو زمین پرسپولیس، تکل نزدیک داور میذاره کار دنبال بشه، باز هم اعتراض جواد نکونام بازیکن استقلال روی زمین هست، همه میگن پنالتیه، داور میخواد کار دنبال بشه. موعود بنیادی فر من فکر کنم این دفعه جدیتر از دفعه قبل اعتراض طرفداری استقلال رو هم به همراه داره. وی آر این واقعا پنالتی بود، این واقعا پنالتی بود، ضربه نخورد ولی بازیکن پرسپولیس با پاش بازیکن استقلال رو کشید، کاملا پنالتی بود واقعا به نظر، حالا نه اینکه داور پنالتی گرفته باشه، واقعا پنالتی بود. یعنی من همش اسم چه فوتباله خارجی رو خیلی میبینم احساس میکنم هر جای دنیا اگه بود اینو پنالتی میگرفت. نظر موعود بنیادی فر میگه وی آر پنالتی میگیره، پنالتی رو گرفت موعود بنیادی فر. کوین یامگا داور سود زده، یامگا حرکت میکنه میزنه و خلاف جهت یامگا هم کلا فکر کنم پنالتی ها رو گل زده، همه رو کلا خوب پنالتی میزنه، پنالتی رو گل کرد. جواد نکونام هم میره به سمت نیمکت پرسپولیس، البته تو میانه های جواد نکونام چه این چه کاری بود کرد، دوید به سمت پرسپولیسیات نیمکت پرسپولیس اینطوری کرد بعد یه حالت پروازگونه برگشت به سمت نیمکت خودشون، نمیدونم میخواست مثل بچه کوچولو ها هرس حریف رو در بیاره لج رو در بیاره چی میگن، چرا این کارو کرد. زمین یامگا میاد سمت نیمکت استقلال، بازی یک یک مساوی میشه. ذخیره های استقلال همه ذره اونجا شرطشون ملتهب بوده، سیتوسین و رسیدن ناراحت روی زمین صحنه آیسته گل رو با هم دیگه میبینیم که بدین شکل خلاف جهت خیلی خوب زد کوین یامگا و دروازه رو باز کرد بازیکن استقلال. بله چیزی که پیش بینی کرده بودم درست از آب در اومد، داور سود زد، شهرآورد 102 یک یک مساوی تموم شد دیگه بازی تموم شد. امیدالی شد داشت چونه میزد، من این چونه زدن رو وقت نمیفهمم، چونه زدن رو به حد معقول و منطقیش تو اروپا هم هست ولی تو ایران دیگه خیلی زیاده، ولی خب بازی دربی 102 هم به نظرم خیلی جذاب نبود، یعنی اکثر مثلا 9 دقیقه الان ما چیز داشتیم، خلاصه بازی داشتیم، از این 9 دقیقهش فکر کنم 2-3 دقیقهش موقعیت بود، 6-7 دقیقهش حاشیه و وی آر و درگیری و خطا و اینا بود. حالا مثلا بازی اروپایی رو اگه خلاصش رو نگاه کنی تو همین سایت ورزش 3 مثلا 5 دقیقه 6 دقیقه اگه خلاصه، اول خلاصه بازی اونها خیلی کمتره چون درگیری کمتره، دوم 5 6 دقیقه اگه مثلا 6 دقیقه اگه خلاصه بازی 5 دقیقه بازی 1 دقیقه شاید درگیری باشه، اینجا حالا 9 دقیقه بود نزدیک 6 دقیقه 7 دقیقهش درگیری بود، وی آر بود 2 دقیقهش بازی بود. هنوز که هنوز لیگ ایران خیلی قشنگ نیست به نظرم، ولی خب دربیا رو میشه دید. خلاصه اینم از این بازی، مرسی که دیدین، فعلا خدا بس.